با سومین ویدیو از آموزش های آکادمی شراب در خدمتتون هستیم. چون این ویدیو اولین آموزش تهیه شرابه، مایل بودم اولین آموزش رو از تهیه شراب انگور شروع کنم. ولی از اونجایی که همکنون فصل بهاره و فصل شکوفایی گل هاست، تصمیم گرفتم که اولین ویدیو تهیه شراب رو به شراب گل محمدی اختصاص بدم. دوستان، در حقیقت این ویدیو رو سال گذشته با امکانات حداقل ضبط کردم، زمانی که تازه کار آموزش ها رو شروع کرده بودم. بنابراین این ویدیو رو میتونه بیانگر این نکته باشه که چگونه میتونیم با داشتن امکانات اندک و ابتدایی به یک شراب مرغوب برسیم. همکنون شراب ناب گل آماده است و من نتیجه درخشان یک سال عمر شراب و زحماتی رو که در طول تخمیر و نگهداری شراب کشیدم و در قالب این لیوان به شما نشون میدم. لازم به ذکره که این شراب همکنون در مرحله کهنه‌سازی قرار گرفته و با گذشت زمان طعم‌های خاص گل رفته رفته خودشون رو نشون میدن. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشین تا روش تهیه شراب گل رو خدمتتون آموزش بدم. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون آکادمی شراب خوش اومدین. در این کانال ما قصد داریم که اصول صحیح و علمی تهیه شراب به همراه روش‌های تست و تشخیص شراب مرغوب و انواع شراب‌ها از لحاظ رنگ، طعم و مورد مصرف هر کدوم رو خدمت شما ارائه بدیم. در صورتی که علاقه‌مند به تهیه شراب یا آشنایی با روش‌های شرابکاری هستین، لطفاً با کامنت‌ها و سابسکرایب‌هایتان ما را همراهی فرمایید. و اگر دکمه زنگوله را هم فشار بدین، از ویدئوهای بعدی ما باخبر خواهیم شد. خب دوستان، امروز قصد داریم روش تهیه شراب از گل محمدی رو خدمتتون آموزش بدیم. شما این نوع شراب رو هم میتونین از گلبرگ‌های تازه گل و هم از گلبرگ‌های خشک تهیه کنین. که توی این ویدئو ما از گلبرگ‌های خشک استفاده میکنیم. ما در اینجا از 200 گرم گلبرگ های خشک استفاده می کنیم که در صورتی که مایل باشین از گلبرگ های تازه استفاده کنیم، این مقدار رو می تونین 400 گرم در نظر بگیرین. همچنین می تونین از یک شیشه یک لیتری که به صورت فشرده پر کردین استفاده کنین. باز همین مقدار گلبرگ ها رو خواهیم داشت، یعنی برای گلبرگ های خشک 200 گرم و برای تازه 400 گرم. همچنین گلبرگا رو بایستی شسته و آب اونا رو گرفته باشین. برای این کار میتونین از آبکش معمولی هم استفاده کنین. همچنین توی این شراب به شکر نیاز داریم. ما بایستی شیرینی لازم رو تامین کنیم، زیرا گلبرگا شیرین نیستند. برای تامین این مقدار شیرینی، برای 200 گرم گلبرگا به 2 لیتر آب و 1 کیلوگرم شکر نیاز داریم. در اینجا نکته مهمی را بگم، در سطح شیرینی شربتتون بایستی با توجه به وزن نهایی شربت محاسبه بشه. پس از افزودن ترکیباتمون که شامل گلبرگ‌ها، شکر، مخمر، آب لیمو و 2 لیتر آب، وزن نهایی شربت چیزی حدود 3400 گرم 14 میلی‌لیتر خواهد شد که با این 1000 گرم شکر حدود 30% این شربت شیرینی خواهد داشت. در اینجا لازم به ذکره که در شراب گل میزان شیرینی رو کمی بیشتر حدود 30% در نظر میگیریم. از این مقدار 20% اون به الکل تبدیل شده و ما بقیه 10% شیرینی شرابمون خواهد شد. دیگه شیرینی را از 30% بیشترش نمی کنیم، چون شیرینی بیش از اندازه هم باعث کندی عمل تخمیر خواهد شد. البته اگه شما مایلین شرابتون از 10% بیشتر شیرینی داشته باشه، بعد از مرحله تخمیر میتونین کمی شکر به شرابتون اضافه کنید. همچنین این مقدار به اندازه آب شما بستگی داره. اگر از 1.5 لیتر آب استفاده کنیم، باید اندازه شکر 750 گرم باشه. از اونجایی که فقط با داشتن شیرینی شراب به دست نمیاد و مقدار ترشی هم برای تولید الکل لازمه، این مقدار اسید رو با 2 عدد لیمو برای این مقدار شراب تامین میکنیم. اگه لیموهاتون کوچیکترن، میتونین از 3 عدد به جای 2 عدد استفاده کنیم. خب از اونجایی که گلبرگ ها مانند انگور هیچ مخمری روی خودشون ندارن، مخمر رو خودمون بایستی اضافه کنیم. روی این ویدیو برای تامین مخمرها از 50 گرم کشمش استفاده کردیم، ولی شما میتونین از انگور تازه هم استفاده کنیم.
و یا اگه شراب تازه دارین که به تازگی مرحله تخمیر اون به پایان رسیده و یا در حال تخمیره، از تفاله های انگورها که سرشار از مخمر هستن استفاده کنیم. حال گلبرگا رو به همراه شکر با هاون ده می کنیم. من در اینجا چون هاون چوبی نداشتم، از هاون فلزی استفاده کردم. چون گلبرگا هیچ اسیدی ندارد و از اونجایی که ما هنوز برای افزودن ترشی به مخلوطمون هیچ اسید اضافه نکردیم، مشکلی پیش نمیاد. ولی اگه شما چوبیشو دارین، حتما از اون استفاده کنید. نکته بسیار مهمی رو که در اینجا باید خدمتتون عرض کنم اینه که اگه از هاون چوبی استفاده میکنین، مراقب باشین که در موارد دیگه مثل پخت غذا از اون استفاده نکرده باشین و از این هاون فقط برای منظور ساخت شراب استفاده کنین. چرا که چربی غذا وارد بافت‌های ریز چوب شده و این چربی میتونه شراب شما رو خراب کنه. که شما با شستن این هاون به هیچ وجه نمیتونین چربی‌های موجود در لابلای بافت‌های چوب رو تمیز کنین. پس بهتره هاون رو فقط برای منظور تهیه شراب نگهداری کنین. اگر ظرف شما بزرگه، بهتر گلبرگا رو به همراه شکر در همان ظرفی که قرار بدن عمل تخمیر در اون انجام بگیره له کنید. بعد از اینکه همه گلبرگا رو با شکر ترکیب کرده و لهشون کردیم، میذاریم تا مخلوطمون برای مدت 1 ساعت استراحت کنه. در این مدت لیموها رو با آب ولر میشوییم که در صورت وجود برخی قارچ‌ها و باکتری‌ها که ممکنه مخمرها رو نابود کنن و برای شراب مفید نیستن از روی پوسته لیموها پاک شوند. بعد با رنده قسمت زرد پوسته لیموها رو رنده خواهیم کرد. قسمت سفید و تلخ پوسته رو میذاریم باقی بمونه. این قسمت از لیموها رو اضافه میکنیم که شرابمون یکم طعم لیمو به خودش بگیره. اگه لیمو ندارین، میتونین از 5 الی 7 گرم جوهر لیمو هم برای این کار استفاده کنین. در هنگام له کردن گلبرگ ها، بایستی اونا رو خوب فشار بدین تا طعم اونا خارج بشه و کاملا با شکر ترکیب بشه. نکته مهمی که در اینجا بایستی خدمتتون عرض کنم اینه که برعکس شراب انگور که فقط برای مدت چند روز تفاله ها رو داخل مایع نگهداری میکنین، گلبرگا رو برای تمام مدت تخمیر که حدود 25 الی 60 روز هستش بایستی در مایع نگهداری کنیم. کشمش ها رو که از اونا به عنوان مخمر استفاده خواهیم کرد بدون شستن به مخلوطمون اضافه میکنیم تا مخمر رو از بین نرن. و پس از بستن درب بطری با قفل هوا، مخلوط رو در دمای مناسب 18 الی 20 درجه سانتیگراد و در جای تاریک نگهداری میکنیم. عمل تخمیر در جای تاریک بهتر انجام میگیره. همچنین نور باعث از بین رفتن مخمرا میشه. بعد از مدت چند روز اگه عمل تخمیر شروع نشه، احتمالا ایراد کار از کشمش هاست که به عنوان مخمر به مخلوطمون اضافه کردیم. احتمال این وجود داره که کشمش ها رو به صورت شسته بهمون فروختن. اگه انگور تازه دارین، من پیشنهاد میکنم که از انگور تازه استفاده کنین. من روش ساختن مخمر رو در یه ویدیو جداگانه مفصلا شرح خواهم داد. همین که حبابای گاز رو در آب انگور مشاهده کنیم، نشان دهنده اینه که انگور وارد مرحله تخمیر شده. پس میتونیم از این مایع به عنوان مخمر استفاده کنیم. ممکنه علت از کمبود ترشی مخلوط باشه. اگه عمل تخمیر شروع شده ولی خیلی ضعیف پیش میره یا بعد از افزودن مخمر عمل تخمیر صورت نمیگیره، اگه اندازه شیرینی در حد تعادله و مخمرها هم درست عمل میکنن، کمی دیگه به میزان ترشی مخلوطمون اضافه میکنیم. حال این کار رو با لیمو انجام میدین یا جوهر لیمو فرقی نداره، ولی این کار رو با میزان کم و به تدریج انجام بدین. این کار بایستی صبور باشین، نهایتا به نتیجه میرسیم. خب دوستان، نوبت رنده کردن لیموها میرسه. قسمت زردرنگ بیرونی پوسته لیمو رو رنده میکنیم. مراقب که قسمت سفید پوست لیمو که مزه تلخ داره رو رنده نکنیم. هدف ما اینه که طعم خوش لیمو به شربتمون اضافه بشه. دوستان، مخلوطی رو که قبلا درست کردیم و داخل بطری میریزیم. در اینجا از شیرینی سنج استفاده نمی کنم، چون در سطح شیرینی شراب کاملا مشخصه. در اینجا پر کردن این بطری کمی سخته، چون مخلوطمون تقریبا حالت جامد داره و درب بطری هم کوچیکه. البته اگه شما شیشه مربا با دهان گشاد دارین کارتون راحت تر میشه. در مرحله بعد پوست لیمو رو که رنده کردیم و داخل بطری میریزیم.
پاک آب لیمو رو به مخلوطمون اضافه می کنیم. بعد کشمشاری که مخمر ماست به شرابمون اضافه می کنیم. لازم به ذکر کشمشار رو نشوییم و اگه از انگور تازه استفاده کنیم بهتره. همچنین میتونید مخمر رو قبلا با کشمش درست کنید و بعد از اینکه مطمئن شدین که عمل تخمیر انجام میگیره از این مایع به عنوان مخمر استفاده کنید. در نهایت 2 لیتر آب رو هم به مخلوطمون اضافه میکنیم و با قفل هوا میبندیم. اگه از شیشه مربا که دهان گشاد داره استفاده میکنید میتونید به جای استفاده از شیلنگ و آب به عنوان قفل هوا از دستکش لاتکس استفاده کنید. کافیه بعد از پوشاندن در به شیشه با دستکش یه سوراخ کوچیک روی دستکش ایجاد کنین تا گازها از طریق این سوراخ خارج بشن. همچنین مراقب باشین شیشه رو کاملا پر نکنین و حدود 1/3 یا حداقل 1/4 شیشه رو برای فضای خالی اختصاص بدین تا فضای کافی برای گازهای تولید شده وجود داشته باشه. آن نوبت بستن بطری با قفل هواست. با قفل هوا درب بطری رو میبندین و شیشه رو در جای تاریک با دمای 20 درجه سانتیگراد قرار میدین. دیگه کار خاصی انجام نمیدیم و فقط مراقبت میکنیم که عمل تخمیر به درستی انجام بگیره. اگه عمل تخمیر شروع بشه، حبابایی رو داخل مایع مشاهده خواهیم کرد. پس از 3 الی 4 روز شراب رو کنترل میکنیم، بایستی در طی این مدت عمل تخمیر شروع بشه. در غیر این صورت باید ببینیم ایراد کار از کجاست. شاید مخمرها درست عمل نمی کنن. یا اسید مایع به اندازه کافی نیست. حتی شیرینی زیاد هم باعث کندی عمل تخمیر میشه. خب دوستان، الان 1 ماه از وقتی که شرابمون رو قفل هوا زدیم گذشته. همانطور که میبینین گلبرگا به اندازه کافی کمرنگ شدن. همانطور که قبلا هم گفتیم برعکس شراب انگور، گلبرگا بایستی تا پایان مرحله تخمیر داخل شراب بمونن. اکنون خطر این وجود داره که گلبرگای موجود در مایع کشمش ها، خورده های پوسته های لیمو که قبلا به شرابمون اضافه کردیم بر کیفیت شرابمون تاثیر بذاره و باعث کاهش کیفیت شرابمون بشه. بنابراین اگه ببینیم که هنوز عمل تخمیر انجام میشه، یعنی حباب های هوا هنوز ایجاد میشه، میتونیم بذارین عمل تخمیر ادامه پیدا کنه و در آخر توفاله ها رو از شراب جدا کنیم. به نظر من این مخلوط به مدت 1 ماه هم میتونه تخمیر بشه. به خاطر همین تصمیم گرفتم تا توفاله ها رو از شراب جدا کنم و بذارم ادامه مرحله تخمیر بدون گلبرگ ها انجام بگیره. برای جدا سازی مایع از گلبرگ ها از شیلنگ استفاده میکنیم. همانطور که میبینی یه تکه چوبم به شیلنگ بستم تا هم شیلنگ رو تا انتهای ظرف بتونم ببرم و همین که شیلنگ رو بالاتر از چوب بستم تا شیلنگ به انتهای ظرف برخورد نکنه تا پسماندایی که حین مرحله تخمیر در انتهای ظرف نشستم وارد شیلنگ نشم. شیلنگ رو با احتیاط وارد میکنم تا توفاله ها وارد شیلنگ نشه. حال با عمل مکش شراب رو از طریق شیلنگ میکشم و در ظرف دیگه‌ای که در ارتفاع پایین‌تر قرار دادم شرابو خالی می‌کنم. سپس شرابو داخل بطری دیگه ریخته و دوباره قفل هوا می‌زنیم و می‌ذاریم که دوباره به عمل تخمیر ادامه بده. دوستان اکنون من با استفاده از شکرسنج شیرینی مایع رو اندازه‌گیری می‌کنم. این کار رو انجام میدم تا ببینم چند درصد از شکر موجود در شراب تخمیر شده. اگه شما شیرینی سنج ندارین نگران نباشین، طبعا با مزه کردن شرابم میتونین شیرینیشو حدس بزنین. همانطور که میبینین عدد 15 رو نشون میده و این میگه که شرابمون هنوز 15% شکر داره، یعنی حدودا 15%ش تخمیر شده. اون 30%ی رو که قبلا داشتیم 15%ش تخمیر شده و چیزی حدود 7% بایستی الکل داشته باشیم. خب در این 1 ماه چیزی رو که انتظار داشتیم بهش نرسیدیم. بنابراین احتمالاً میزان ترشی درست نبوده، چون در هر صورت مخمرها درست کار کردن و در سطح الکل بهمون دادن. چون من دستگاهی برای اندازه‌گیری پهاش ندارم، بنابراین کمی از شراب و مزه میکنم و اگه لازم باشه کمی دیگه میزان ترشیشو بالا میبرم.
خب من کمی از شراب و مزه کردم. اندازه شیرینی نسبت به ترشیش کمی بیشتر بود. حدوداً 7 گرم جوهر لیمو به شراب اضافه کردم. حال بطری رو پر میکنم تا دوباره قفل هوا بزنم و بذارم که شرابم یه ماه دیگه تخمیر بشه. خب دوستان، یه ماه دیگه گذشته و من شراب رو باز میکنم تا نتیجه کار رو با هم ببینیم. در مورد شراب سمت راسته که کارش خیلی عالی پیش رفته چیزی نمیگم تا در ویدئوی بعدی برای شما سورپرایز باشه. ولی شراب گل محمدی هنوز کمی شیرینی داره. من کمی دیگه مخمر اضافه کردم و میزان ترشی رو هم کمی افزایش دادم. این بار تصمیم گرفتم از بادکنک به عنوان قفل هوا استفاده کنم. بعد از اینکه بادکنک رو به در بشه پوشاندم، یک سوراخ کوچیک در اون ایجاد میکنم تا گازها از طریق اون سوراخ خارج شن. و برای اینکه در اثر فشار گاز بادکنک خارج نشه، با یک پلنت اونو به شیشه محکمش میکنم. دوستان عزیز، همکنون چیزی حدود 1 سال از زمانی که کارمون رو شروع کردیم گذشته. عمل تخمیرمون حدود 60 روز طول کشیده و حدود 10 ماه هم شراب و بستیم و در جای تاریک نگهداری کردیم و چیزی حدود 7% شیرینی هنوز داریم. و چون از اول میزان شیرینی شراب نزدیک به 30% بود، تقریبا 20% شکرمون تخمیر شده و بایستی چیزی حدود 12% الکل داشته باشیم. البته در طول این مدت، یعنی مدت کهنه سازی، دوباره شراب رو کنترل میکنیم و در هر بار با شیلنگ و عمل مکیدن شراب رو از پسماندها که در ته شیشه جمع شدن جدا میکنیم. این کنترل ها کماکان باید ادامه داشته باشه تا زمانی که دیگه هیچ پسماندی در ته شیشه جمع نشه. با این عمل به مرور زمان رنگ شراب ما بهتر و شفافتر خواهد شد. ضمناً با جدا کردن پسماندها از شرابمون مانع از کاهش کیفیت شرابمون خواهیم شد. خب دوستان، حالا من لیوانو پر میکنم. به رنگ شراب توجه کنین. رنگش که خیلی عالی به نظر میاد. نمیدونم چطوری توصیف کنم. ولی رنگ گلو کاملا درون شراب میبینم. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. میتونین این شراب رو درست کنین. و هر مشکل و سوالی که در ته درست کردن این شراب براتون پیش بیاد، لطفاً از طریق کامنت ها با ما در میان بذارین. همچنین اگه اطلاعاتی دارین که در ارتقای ویدیوها میتونه بهمون کمک کنه، لطفاً با همون در میان بذارین. و اگه این ویدیو رو برای اولین بار میبینین، جهت حمایت از ما لطفاً ما رو شیر و سابسکرایب کنین.